مجله آمریکایی فارین ام پالیسی گفت که دولت تاجیکستان وارد جنگ خونین و دهشناک علیه اطلاف شیعیان در این کشور بلخص در منطقه خود مختار گرنو و دخشان شده است. این در حالی است که اهالی منطقه در برابر دیکتاتوری رئیس علی رحمان که پیرو به حزب کمونیستی شوروی سابق می باشد از خود دفاع می کنند. این مجله همچنین در مقاله تحلیلی که توسط خبرگزاری اخبار شیعه مورد بررسی قرار گرفت به این مسئله اشاره کرد که جنگ کنونی بین تاجیکستان و قرقیزستان به مسیری رفته است که جنگ بین دو کشور را تبدیل به جنگی داخلی علیه اطلاف شیعیان و کشتار آنها در این کشور تبدیل کرده است در گزارشی دیگر از یکی از شبکه های آسیای اروپایی گفته شده است که اقلیت شیعه مذهبی که در منطقه گرنو در بدخشان زندگی می کنند و تعداد آنها به دویست و سی هزار نفر می رسد در معرض تهدید و سرکوب توسط دولت تاجیکستان می باشند. همچنین منابع خبر دادند که شیعیان از اردی بهش ماه گذشته تا بکنون تحت تحت فشارهای مقامات این کشور قرار گرفتند تا جایی که مجبور به تعلیق فعالیتهای آموزشی خود شده و مساجد, را و مساجد خود را تعطیل کردند. این در حالی است که حکومت این کشور رفتن به مسجد و نماز گذاردن در آن را برای کودکان زیر 18 سال ممنوع کرده کما اینکه ادای فریزه حج برای کسانی که عمرشان زیر 35 سال می باشد نیز ممنوع می باشد جدای از اینکه ورود بانوان به سازمان های دولتی و حکومتی با حجاب اسلامی و آقایان با ریشه نسبتاً بلند ممنوعی باشد